خرید تانک‌های چیفتن 14 کشمکش بی فرجام ایران و بریتانیا. 100 سالگی استقلال افغانستان، نگاهی به نقش امان الله پادشاه وقت در جنگ تاریخی این کشور با بریتانیا. و منصور میهمان ویژه تاجیکا در جشنواره تابستانه دوشنبه. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. پرونده تانک‌های چیفتن یا شیر ایران یکی از طولانی‌ترین اختلاف‌های حقوقی بین ایران و بریتانیا است. 1500 تانکی که محمد رضا شاه پهلوی پیش پرداختش را واریز کرده بود و تنها 150 تایشان را دریافت کرد. وقوع انقلاب و بعد هم تحریم ایران گره بر گره این پرونده اضافه کرد. طرف دعوای ایران شرکتی است به نام IMS، شرکت بریتانیایی خدمات بین‌المللی نظامی، که بعضی روزنامه‌نگاران معتقدند اساساً قصد ندارد بدهی‌اش را به ایران پرداخت کند. در چند سال گذشته موضوع بازداشت نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، در ایران توجه رسانه‌های بین‌المللی را به این دعوای حقوقی جلب کرد. همسر خانم رتکلیف معتقد است که ایران او را گروگان گرفته تا طلبش را از بریتانیا پس بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از آناهیتا شمس. یکی از پیچیده ترین و طولانی ترین پرونده های حقوقی ایران مربوط به معامله تانک های چیفتن است که در سال 1969 بین بریتانیا و ایران عقد شد و درگیری حقوقی این پرونده همچنان ادامه دارد. من کاملا باور دارم که ایران همسرم نازنین و دخترم گابریلا رو به عنوان گروگان گرفته. فکر نمی کنم که این دو پرونده مستقیما به هم ربط داشته باشند. خانم زاغری رتکلیف به نظر من بیگناه در زندانه. البته با تجربه طولانی کار با ایران باید بگم هر چیزی میتونه شکل یک معامله پیدا کنه. سفارش تانک‌های چیفتن یکی از بزرگترین معامله‌های تسلیحاتی بین ایران و بریتانیا بود. تانک‌ها در این کارخانه مهماتسازی سلطنتی بریتانیا در شهر لیدز ساخته شدند. شاه ایران از سال 1350 تا سال 1355 حدود 650 میلیون پوند برای 1500 تانک پیش پرداخت کرد. از این تعداد حدود 180 تانک به ایران تحویل داده شد. شاه ایران خواستار تغییر قدرت موتور و موارد دیگری در تانک ها بود. این کارخانه برای ساخت تانک‌های سفارشی شاه که نام شیر ایران داشت، نه تنها خط تولید خود را باید تغییر می‌داد، بلکه صدها کارگر جدید برای انجام این پروژه استخدام کرده بود. اما با شروع انقلاب ورق برگشت. قراردادها یک به یک فسخ می‌شدند و کارخانه تانک‌سازی در بریتانیا تعطیل و کارمندانش بازنشست شدند. طرف قرارداد تانک ها با ایران شرکت IMS یا خدمات نظامی بین المللی بود که از طرف وزارت دفاع بریتانیا با ایران قرارداد بست. این شرکت اما همچنان پس از انقلاب در ایران فعالیت داشت. وزارت دفاع ایران در سال 1371 به فکر تسویه حساب با شرکت IMS بر سر حساب به تعویق افتاده تانک ها افتاد. ایران به دادگاه حاکمیت اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس شکایت کرد. این دادگاه 4 سال بعد به نفع ایران حکم داد. جزئیات این دادگاه و دادگاه‌های بعدی کاملا منتشر نشده و بخش زیادی از آنها هنوز محرمانه هستند. از سال 1375 به بعد یک سلسله دادگاه در هلند ادامه پیدا می کند. درخواست تجدید نظر به حکم و نتیجه دادگاه از طرف دو کشور تا سرانجام دادگاه بین المللی لاهه در سال 1380 به نفع ایران رأی داد که طرف بریتانیایی به آن حکم هم اعتراض کرد. پایه آخرین سلسله اعتراضات IMS بر سر مبلغ سودی است که باید برای این سالها به ایران پرداخت کند.
The British government's intention from the start was to hang on to the money. بریتانیا از همون اول انقلاب قصد نداشت پول ایران رو پرداخت کنه، ولی خواست قضیه رو هی کش بده و امیدوار بود که ایران مسئله رو فراموش میکنه. من مدرکی سال 1978 به دستم رسید که نشون میداد مدیر IMS دستور داده بود حتی یک ریال هم به ایران نپردازن. باید گفت استراتژیشون 40 سال جواب داده. سال 1388 حکم نهایی به نفع ایران صادر شد و بنا به این حکم شرکت IMS مجبور شد مبلغ تضمینی بیشتر از 382 میلیون پوند را به صندوق دادگاه واریز کند تا پس از توافق بر سر جزئیات به ایران داده شود. اما در آن زمان وزارت دفاع ایران در لیست تحریم‌های اروپا بود که پرداخت را برای بریتانیا غیر ممکن می‌کرد. ایران اما دست از تلاش بر نداشت و در سال 1392 نمایندگان رسمی را به بریتانیا فرستاد تا در دادگاه‌های تجاری این کشور برای وصول پول اقامه دعوا کنند. اما اتفاق نادری افتاد. On landing at Heathrow, their passports are removed from them. موقع ورود به فرودگاه هیترو لندن، گذرنامه‌های آنها را گرفتند، ویزاهاشان را باطل کردند و چند روز آنها را در مرکز نگهداری پناهجویان بازداشت کردند و سپس به ایران برشان گرداندند. این عملکرد واقعا غیر بریتانیایی است. دو دوزه بازی و آب را گلالود کردن است. روند حقوقی این پرونده همچنان ادامه داره و امسال شرکت خدمات نظامی بین‌المللی یا همون IMS درخواست جدیدی رو به دادگاه ارائه کرد که در اون خواهان کسر کردن سود پول از سال 2008 شده که وزارت دفاع ایران به لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شده بود. جلسات دادرسی به این درخواست در این دادگاه در لندن در ماه مه انجام شد و در نهایت رأی دادگاه به نفع شرکت بریتانیایی صادر شد. حالا دو طرف باید مبلغ سود رو از نو بررسی کنن. باقی ماندن پول ایران در دست شرکت IMS البته سودآور بوده است. اسناد موجود از شرکت IMS نشان می‌دهد این شرکت از پولی که بین سال‌های 1353 تا 1396 در اختیار داشته حدود 374 میلیون پوند سود کرده است. ما با شرکت IMS درباره مدارکی که در تحقیقاتمان به دست آوردیم تماس گرفتیم و درباره سود و سرمایه‌گذاری آنها در این سال‌ها پرسیدیم. آنها در جواب هیچ کدام از موارد ذکر شده را تکذیب نکردند و گفتند IMS یک شرکت خصوصی است که فعالیت‌های آن از طریق منابع دولتی تأمین نمی‌شود. دعوای ایران و بریتانیا حالا یک پیچیدگی تازه‌ای هم پیدا کرده. نازنین زاغری ردکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی در سال 1395 هنگام خروج از ایران دستگیر شد. او به جاسوسی و موارد دیگری متهم شد و هنوز در زندان است. خانواده خانم زاغری ردکلیف مدعی هستند او گروگانی در پرونده حقوقی بین ایران و بریتانیا است، ادعایی که مقام های ایران مرتبان را رد کردند. یکی از مواردی که من به عنوان یک شهروند بریتانیایی برام مهمه و جای سوال داره این پر رمز و راز بودن و روشن نبودن قضیه است. شرکتی که به طور مخفی به دولت ربط داره، حساب‌های این شرکت به پارلمان نمیره و پارلمان نمیتونه به حساباش رسیدگی کنه. اصلا نمیشه فهمید چه اتفاقی داره میفته و جوابهایی میدن که ما یه شرکت خصوصی هستیم و اینا. برای من خیلی نگران کننده است، چون من و خانواده‌ام وسط این ماجرا گیر افتادیم. عواقب این قضیه دامن من و خانواده‌ام رو گرفته. پرونده حقوقی که نزدیک 30 سال طول کشیده و هنوز حل و فصل نشده، حالا با زوایای جدیدی که به آن اضافه شده، معلوم نیست تا کی ادامه پیدا خواهد کرد. آناهیتا شمس، بی بی سی. هفته گذشته افغانستان سالگرد 100 سالگی استقلال این کشور از بریتانیا را تجلیل کرد. این استقلال در پی حمله امان الله پادشاه نوگرای افغانستان و وقوع جنگ سوم افغانستان و بریتانیا به دست آمد. ضیا شهریار نگاهی کرده به این جنگ و رهبری امان الله خان.
در روز سوم می 1919 نیروهای افغان با عبور از مرز افغانستان و هند بریتانیایی در دره خیبر شهرک کوچک باغ را در منطقه قبایلی تصرف کردند. This is the famous Khyber Pass in the northwest province. It separates India. این تهاجم که به دستور امان الله خان پادشاه تازه به قدرت رسیده افغانستان انجام شد، زنگ آغاز جنگ سوم افغان و انگلیس به صدا درآمد. سه روز بعد در ششم می هند بریتانیایی علیه افغانستان اعلام جنگ داد و نیروهای تازه نفس به منطقه فرستاد. جنگ سوم افغانستان یا جنگ سوم افغانستان انگلیس اگر دقیق تر بگم، یک کشمکش بود تا یک جنگ و یک ماه ادامه یافت، چند روز بیشتر از یک ماه. هر دو طرف چند هزار تا کشته دادن، ولی این جنگ به هیچ صورت با جنگ اول و دوم افغانستان و انگلیس قابل مقایسه نیست. در فوریه 1919 حبیب الله خان، پدر امان الله خان که برای 18 سال پادشاه افغانستان بود، به قتل رسید. پس از آن رقابت بر سر قدرت میان امان الله و عمویش نصرالله که هر دو متهم به قتل حبیب الله بودند آغاز شد. در کنار دلایل داخلی، پایان جنگ جهانی اول هم فرصت را برای امان الله شاه میسر ساخت. زمینه خارجی آغاز جنگ، تحولات منطقه‌ای و کاهش نگرانی بریتانیا از ناحیه دخالت روسیه در افغانستان بود، ولی موازی با اون از نظر داخلی شاه امان الله می‌خواست نوعی ژست بزرگ علیه بریتانیا نشون بده، چون با پایان جنگ جهانی اول بریتانیا در خاورمیانه و اروپا تا حدی احساس خستگی و ضعف می‌کرد. بنابراین از نظر امان الله این لحظه مناسب برای یک نوع تهاجم به هند بریتانیایی بود، ولی باید روشن سازیم که همه می‌دونستن قرار نبود امان الله بتونه در این جنگ بریتانیا رو شکست بده. در این جنگ که از سه جبهه جلال آباد، پکتیا و قندهار آغاز شد، 50,000 نیروی افغان با حمایت 80,000 نیروی قبایلی در برابر هزارها نیروی ارتش هند بریتانیایی که خسته از جنگ اول جهانی بازگشته بودند روبرو شدند. در این جنگ بریتانیا اولین بار از هواپیماهای نظامی برای بمباردمان کابل و جلال آباد استفاده کرد. این نخستین بار بود که اهداف غیر نظامی شهری از سوی نیروی هوایی کم تجربه بریتانیا مورد بمباران قرار می گرفت. در حقیقت همین باعث شد امان الله متقاعد شود که بازی به پایان رسیده. وقتی قلعه بالاحصار در کابل هدف بمباران قرار گرفت و امان الله ویرانی ناشی از بمباران را دید، تصمیم به صلح گرفت و مدعی شد که هیچگاه نمیخواسته بریتانیا را آزرده کند. با آغاز جنگ سوم افغان و انگلیس، از ایجاد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا مدت زیاد نمیگذشت. این نیروها در پایان جنگ جهانی اول به عنوان قدرتمندترین نیروی هوایی جهان عرض وجود کردند. حدود 10 فروند از این هواپیماها BE-2 ساخت 1912 مواضع نیروهای افغان را در مناطق قبایلی و در شهرهای کابل و جلال آباد هدف بمباران شدید قرار دادند. نمایش قدرت هوایی بریتانیا افغانها را متقاعد ساخت که در صورت ادامه جنگ افغانستان محکوم به شکست است. پس از این بمباران بود که امان الله در 31 می در نامه به مقامات هند بریتانیایی خواهان آتش بس و متارکه شد. جنگ های پراگنده همچنان ادامه یافت تا در 8 آگست 1919 پیمان راولپندی امضا شد و زمینه آن فراهم شد تا افغانستان از یک کشور تحت حمایت بریتانیا به یک کشور مستقل تبدیل شود. از سوی دیگر بریتانیا هم این امتیاز را به دست آورد که افغانستان مرز هند بریتانیایی را به رسمیت بشناسد. اما این جنگ چه جایگاهی در تاریخ بریتانیا دارد؟ این درسته که بگیم جنگ سوم افغان انگلیس یکی از جنگ‌های بزرگ نبود. ما زیاد در مورد جنگ اول و دوم افغان و انگلیس میشنویم، اما کسی در مورد جنگ سوم افغان و انگلیس زیاد حرف نمیزنه. فکر کنم احتمالاً به این دلیل که از نظر بریتانیا اهمیت زیادی نداشت، ولی از نظر افغانستان این جنگ بسیار مهمی بود، چون فصل جدیدی رو در تاریخ این کشور رقم میزنه. این جنگ منجر به استقلال افغانستان شد، امان الله خان را به یکی از محبوب ترین رهبران تاریخی این کشور تبدیل کرد و 100 سال بعد هم از او همچنان به عنوان یکی از نمادهای آزادی افغانستان یاد می شود. زیا شهریار، BBC، لندن.
100 سال پیش یک شاه جوان و ماجراجو در افغانستان با هدف کسب استقلال در برابر بریتانیا قدرت مسلم آن روز جهان ایستاد. در داخل افغانستان هم اصلاحاتی را شروع کرد که جامعه محافظه‌کار را تکان داد. او اگرچه استقلال کشورش را گرفت ولی میدان را به روحانیون سنتی، قبایل محافظه‌کار و گروه‌های مسلح شورشی باخت. فرهاد طیب نگاهی کرده به سرگذشت رهبر یک حرکت ترقی خواهانه ناکام در افغانستان. امان الله شاه در اوج قدرت. میزبان او جورج پنجم پادشاه بریتانیای کبیر است. دیدار رسمی در عالی‌ترین سطح میان دو دولت مستقل. پادشاه جوان افغانستان سالها در انتظار چنین لحظات بوده، همراه با ملکه ثریا. آوازی امیر جوان و بلند پرواز در همه جا پیچیده بود. لندنی های زیاده به استقبال او آمدن. جمعیتی که از مابل آچ و تاق مرمرین تا کاخ بکینگهم را پر کرده بودند. امان الله 9 سال قبل استقلال افغانستان را از همین امپراتوری قدرتمند و پرغرور گرفته و شهرت جهانی یافته بود. تحولات جهان از نفوذ قدرت‌های بزرگ کاسته بود. بریتانیا با این استقبال نشان داد که استقلال افغانستان را کاملا به رسمیت شناخته. در اصل جنگ جهانی اول بریتانیا را تضعیف کرده بود. بریتانیا در هند مشکلات زیادی داشت. در آن زمان جنگیدن بر سر این که افغانستان در روابط خارجی مستقل باشد یا نه برای بریتانیا ارزش لازم را نداشت. حد و مرز فعلی افغانستان و دولت مرکزی آن در پایان قرن 19 شکل گرفت. کشوری که امورات خارجی آن تحت اداره بریتانیا تنظیم می شد. 100 سال پیش وقتی مردم به تخت نشستن شاه را تازه جشن گرفتند، چندان اطلاعی از اندیشه های او نداشتند. امان الله خان با ایستادن در برابر بریتانیا و کسب استقلال محبوبیت فراوان کسب کرد. ولی کشور عقب مانده بود و مردم به سختی روزگار می‌گذراندند. امان الله خان دست به اصلاحات گسترده زد. اصلاحاتی که بعد از سفر او به اروپا شتاب بیشتری گرفت. پادشاه جوان بعد از سفر به بریتانیا سر از فرانسه در آورد. در پاریس با تشریفات کامل از او استقبال کردند. با عنوان تأکید بر استقلال و تنظیم مناسبات خارجی، پادشاه افغانستان بر مزار سرباز گمنام دسته گل گذاشت. بعد همراه با هیئت پرتعداد از کاخ ورسای بازدید کرد. با تمام اینها دریافت کمک‌های گاه و بیگاه مالی از منابع خارجی قطع نشده بود. هزینه این سفر را هند پرداخته بود. هندی که هنوز رسماً مستعمره بریتانیا بود. برای او البته دیدار با دو همفکر تأثیرگذار و تعیین کننده بود. رضا شاه در ایران و قبل از آن کمال اتاترک در ترکیه. شاه امان الله دریافت که افغانستان نه فقط از اروپا بلکه از بسیاری کشورهای منطقه هم عقب‌تر است. نباید فراموش کنیم که امان الله در سال 1919 به قدرت رسید. در این زمان او تنها کشور مستقل مسلمان در جهان را رهبری می‌کرد. امپراتوری عثمانی فرو پاشیده بود. ایران تحت کنترل بریتانیا بود. اصلاحات او هم توسط اتاترک و رضا شاه دنبال شد. ولی در اواخر 1920 افغانستان از ترکیه و ایران عقب مانده بود. بعد سفر 6 ماهه به دنیای بیرون، به حرکت در آوردن چرخ صنعت، آموزش مدرن و تغییرات اجتماعی گسترده بیشتر در مرکز توجه شاه قرار گرفت. ولی او فرصت چندانی برای اعمال قدرت نیافت. به حجاب ظاهر شدن ملکه ثریا، تأکید بر آموزش مدرن و تلاش‌های تازه برای اصلاحات فرهنگی، رابطه او را با لایه‌های محافظه‌کار جامعه، خصوصاً روحانیون سنتی، دچار مشکل کرد. سرانجام، مخالفت قبایل سنتی افغانستان و شورش حبیب‌الله کلکانی، مرد بلند پرواز و شاید کم حوصله را مجبور به ترک وطن کرد. فکر نمی کنم که او درک درستی از شرایط اجتماعی کشورش داشت. محافظه‌کارها اصلاحات او را در زمینه زنان رد کردند. اونها نمی تونستند قبول کنند که زنان بدون حجاب ظاهر بشن.
او سالها در ایتالیا زندگی کرد، جایی که بعدها پادشاه وقت افغانستان محمد ظاهر به دیدار او رفت. یکی از آخرین دیدارهای مردی که سالها با اندیشه افغانستان مستقل و مدرن در خارج از کشورش زیست. ظاهرشاه از او خداحافظی کرد و نخواست یا نتوانست امان الله خان را به افغانستان بازگرداند. او در 1960 در 67 سالگی در زوریخ سوئیس درگذشت و جنازه‌اش را در جلال آباد دفن کردند. 100 سال گذشته، افغانستان همچنان در جدال سنت و مدرنیته. فرهاد طیب، بی بی سی. پایتخت تاجیکستان هفته گذشته میزبان دومین جشنواره تابستانه دوشنبه بود. منصور جعفری خواننده ایرانی با دعوت رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و فرزند رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در این جشنواره به تاجیکستان سفر کرد. جزئیات بیشتر از سهراب ضیا از دوشنبه. نوروزگاه دوشنبه، محل برگزاری دومین جشنواره تابستانه در پایتخت تاجیکستان، جایی که آسمان و زمینش طی دو روز پر از رنگ و شادی و موسیقی بود. این جشنواره به ابتکار شهرداری دوشنبه و با همکاری چند شرکت محلی و خارجی برگزار می شود. جشنواره امسال مهمان ویژه داشت. با فکر منتظری همین خیلی شو بود دوشنبه که ما پیشنهاد کردیم برای رهبریت که برای انتخاب منصور باشن. بعد بسیار تر که فستیوال آدم ها آماده میشن، 80% آدم ها از 14 تا 35 ساله هستن و مخلص منصور هستن. سلام خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش اومدید. خوشحالیم در خدمت شما عزیزان هستیم. تمام آهنگای خوبمون رو براتون ترتیب دادیم که بشنوید و امشب لذت ببرید. آیشم مگه نمیدونی که تو همونی که باز قلبم آروم جونی. آیشم کاش بدونی که تو میتونی به آرزوهام منو برسونی. در 15 سال اخیر برای سومین بار است که منصور به تاجیکستان می آید. تفاوت این سفرش از سفرهای قبلیش آن است که این بار در فضای باز برای شرکت کنندگان جشنواره تابستانه دوشنبه برنامه اجرا می کند. همچنین آلبوم جدیدش را به نام انسان نو منصور در دوشنبه معرفی کرد. آلبوم جدیدم با یکی از به نامترین ترانه سرایی ایرانی به نام آقای شهریار قنبری، بیشتر آلبومم رو از ایشون ترانه هاش رو گرفتم و 25 سال پیشم آلبوم اولم رو با آقای قنبری من شروع کردم. برای همین یک بازدیدی به گذشته های خودمون و یک با دعوت از چند تا موزیسین های خیلی خوب مثل آقای پیام شمس، مثل آقای منوچهر چشم‌آذر، آهنگساز بسیار برجسته آقای فرید زولاند، همه رو دعوت کردم یه مجموعه بسیار پرمحتوای با ترانه های قشنگ، پیغام های قشنگ، سروده های قشنگ بتونم با مخاطبینم یک لایه دیگه از زندگی خودم رو و از تجربیات کار موزیک خودم رو ارائه بدم. این سفر منصور که 8 سال پس از سفر قبلیش انجام شد، در رسانه های تاجیکستان و شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده داشت. یک روز پیش از جشنواره، منصور با ده ها خبرنگار دیدار داشت و همه در یک اتوبوس دو طبقه در خیابان های دوشنبه چرخ زدند. سپس در پارک به نام صدرالدین عینی منصور به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفت و حتی یک ترانه قدیمیش را اجرا کرد. گل من ای نازنینم تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی.
شب‌های جشنواره تابستانه دوشنبه برای صدها ساکن و مهمان پایتخت تاجیکستان خاطره انگیز شد. استقبال گرم از منصور نشان داد که او در تاجیکستان محبوبیت زیاده دارد. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. دونه 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 پونه میریزم به روی موهات، دست دست گل مریم میریزم چون یه قدر دل تو جلسه که الماس ارزش بیشتر از این هاست. همه با هم من این آزنینم عزیز دلمی، تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی، دل من ای نازنین، تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی، تو چشم نشین شبنم. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.